روز جمعه نیویورک تایمز و واشنگتن پست درباره استیزاه ترامپ پس از اعلام نظر یک سناتور برجسته جمهوری به سود ترامپ از یک پیروزی بسیار بزرگ برای کاخ سفید و جمهوری خبر دادند. نیویورک تایمز نوشت لامار الکساندر سناتور جمهوری خواه از ایالت تنسی روز پنجشنبه گفت اگرچه معتقد است دموکرات ها در پرونده که علیه ترامپ دارند اثبات کردند پرزیدنت ترامپ در تعامل با اوکراین کار درستی انجام نداده است اما این سناتور فکر نمی کند کار ترامپ قابل استیزاه باشد و بنابراین علیه احزار شاهدان به سنا رأی خواهد داد. به نوشته نیویورک تایمز موزگیری سناتور الکساندر قویان نشان می دهد که جمهوری خواهان صف بستند تا روز جمعه جلوی فراخان دموکراتها برای احزار شاهدان و اسناد بیشتر را بگیرند. و جریان سومی محاکمه رئیس جمهور در تاریخ آمریکا را به سرعت به سرانجام برسانند. نیویورک تایمز خاطر نشان کرد مخالفت سناتور لامار الکساندر با احضار شاهدان برای گواهی دادن علیه ترامپ پیروزی بسیار بزرگی برای رهبران جمهوری خواه و کاخ سفید به شمار می رود. واشنگتن پوز نیز نوشت به نظر می آید سنا آماده از تا شاهدان جدید در دادگاه ترامپ را رد کند. مخالفان ترامپ بر روی احضار شاهدان از جمله جان بولتون در موضوع اوکراین سرمایه گذاری کرده و امیدوار بودند از این طریق در انتخابات آینده آمریکا ضربه کاری به ترامپ وارد کنند. اما موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و قرار است رأی گیری در مورد احضار شاهدان جمعه شب به وقت آمریکا انجام شود.